با سلام به شما بینندگان عزیز برنامه حق زن، من سروناز سینایی به همراه همکارم فرشاد ابوالحسنی قسمت دیگری از سری برنامه های حق زن رو تقدیم حضورتون میکنیم. از شما دعوت میکنم نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو با ایمیل حقزن@gmail.com و همینطور تلفن پیامگیر تلویزیون کانال جدید در میون بگذارید و ما رو در بهتر شدن برنامه یاری کنید. موضوع امروز برنامه ما هست خانواده های زندانیان سیاسی در ایران و همینطور مراسم تجلیل و بزرگداشت از مادران خاوران که هفته گذشته در لندن برگزار شد. میهمان امروز برنامه ما مرسده قائدی، از زندانیان سیاسی سابق و همینطور از فعالین جنبش دادخواهی و ایران تریبونال. مرسده قائدی یکی از برگزار کنندگان مراسمی بود که هفته گذشته در لندن برای تجلیل از مادران خاوران برگزار شد. مرسده قائدی سلام و به برنامه ما خوش آمدید. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون با تشکر که منو به برنامه‌تون دعوت کردیم. ما هم از شما سپاسگزاریم. مرسده قائدی، شما خودتون از زندان در سالهای 60 زندانی سیاسی بودین و همینطور چند تن از عزیزانتون، دو برادر و همسر یکی از برادرانتون در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند. 36 سال از اون دوران میگذره و بعضا گفته میشه که اون دوران باید فراموش بشه و یا بعضا باید بخشیده بشه. شما چه جوابی به این اظهارات داری؟ ببینین، من اصلا بحث نمیفهمم که این بحث و فراموشی یعنی چی. ما خانواده عزیزان، کسانی که عزیزامون از دست دادیم یا در زندانهای جمهوری اسلامی بودیم، این هر روزه با ماست، اصلا با ما داره زندگی میکنه. اصلا مگه قابل فراموشیه؟ این جدیدن کسایی که قبلا خودشون در سرکوب اون جنایتی که اتفاق افتاده نقش داشتن و شرکت داشتن و الان به اصطلاح بخششون اصلاح طلب شدن و دارن این بحثا رو میکنن، جنایت هیچ وقت فراموش نمیشه، برای اینکه همیشه بحث روش. مگه میشه یک بخش از تاریخ یک مردمی، یک ملتی رو پاک کرد و گفت که شما به اون جنایتی که اتفاق افتاده فکر نکنید؟ حتی من خانواده که هر روز داره با من زندگی میکنه، به نظر من نسل بعد از منم و بعد از اون هم درگیرن و همین الان که من و شما در این برنامه داریم صحبت میکنیم، میبینیم همین اتفاقات داره در ایران میفته. برای همین من اصلا متوجه بحث فراموشی نیست، من یکی که نمیفهمم. و بحث دیگه، اصلا بحث بخشش که مطرح میشه، جنایتی اتفاق افتاده، هنوز اصلا روی جنایت، تک تک اینهایی که جنایت کردن باید بیان دادگاه، باید توضیح بدن، باید جنایت حقایق روشن بشه، ببینیم چه اتفاقاتی. ما به عنوان کسانی که تونستیم از اون زندانهای جمهوری اسلامی بیایم بیرون، داریم مرتب در این مورد جنایتی که اتفاق افتاده صحبت میکنیم، ولی به نظر من این اتفاق وقتی کاملا روشن میشه که تک تک اونهایی که در این جنایت، از کل رژیم، به نظر من همه اونهایی که حتی الان تو پوزیشن اصلاح طلب هستن، همه جنایت
نقش داشتن، باید بیان تو دادگاه های مردمی و اونجا راجع به اون جنایت هایی که کردن صحبت کنن و اون وقته که اصلا تصمیم گرفتی میشه راجع به این اتفاق کارهایی که اینا کردن. برای همین من اصلا این بحثایی که الان در مورد این فراموشی و بخش بشه، برای من هم به عنوان یک زندانی سیاسی هم به عنوان یکی از خانواده های جان باخته اصلا برای من روشن نیست. چرا این بس روشن؟ فقط میدونم اینا از خود داخل حکومتیان و فکر میکنم با این بحثی که دارن میکنن سر، یعنی این پرونده رو میبندن و تموم میشه، در صورتی که ما میبینیم بعد از سالها الان خودشون دارن اعتراف میکنن به جنایت هایی که کردن. همین امسال ما میبینیم تک تک اینها که در اون دوران در مسند قدرت بودن دارن میگن اعدام کردیم و کشتیم اینها رو، البته با تحریف و دوباره با دروغ هایی که در مورد این جنایت هایی که کردن دارن صحبت میکنن. بله درسته. هفته گذشته برای بزرگداشت خانواده های زندانیان سیاسی که عزیزانشون رو در توسط جمهوری جنایتکار اسلامی کشته شده بودن، مراسمی در لندن برگزار شد که شما هم از سخنرانان اون مراسم بودین. لطفا برای بینندگان برنامه حق زن در مورد این مراسم و اینکه چه برنامه هایی در این مراسم اجرا شد توضیحاتی رو بفرمایید. ببینید، برنامه‌ای بود برای پشت مادران خاوران که بولان اینو برگزار کرد و منم یکی از اون برگزار کنندگان بودم. در واقع تجلیل می‌خواستیم بکنیم از مادران خاوران و تمامی پدران و مادران دهه 60 که در دوران سرکوب خونین و در یک سکوت فرزندانشون اعدام کرده بودند. و در این برنامه ما از 4 تا از خانواده های زندانیان دهه 60 و یکیشون، یعنی 3 تاشون از زندانیان سابق رژیم بودن، ما از مادر اسمت عزیز که 7 تا از عزیزانش از دست داده بود دعوت کردیم، از ناز پرتوبی و شهناز مدنی، شهناز کایتپور و رویا رضای جهرومی و از 2 تا از وکلای ایران تریبونال آقای حمید صبی و آقای متین دفتری. ما این در واقع یک میزیگرد داشتیم که در مورد دهه 60 و اتفاقاتی که در ایران و به خصوص در مورد یکی از قبرهای بینام نشان، یکی از مرکزهای جنایت جمهوری اسلامی خاوران، همینطور که میدونیم در سراسر ایران ما خاورانهای ایران داریم، ولی در واقع خاوران ایران یک نمایندگی میکنه اون خاورانهای سراسر ایران. و نکته بسیار جالب این بود که ما 2 تا پیام داشتیم از مادران آرژانتین در حمایت از مبارزات مادران خاوران و مادرهای ایران و همچنان از شیلی یک پیام داشتیم، اونم در حمایت از این برنامه و در حمایت از مبارزات مادران که امروز ادامه داره. و اساساً بحثا رو این محور بود برای اینکه به طور واقعی یک جنبش دادخواهی در ایران با همراه با سرکوب دهه 60 در ایران شروع شد. دهه 60 همزمان که سرکوب میبینیم 100 نفر عزیزای ما رو داشتن اعدام میکردن، از همون زمان مادران و پدران بودن که دادخواهیشون علیه رژیم شروع کردن و برای حفظ این مکانها از جمله خاوران جنگیدن و مبارزه کردن. الان ما میبینیم خاوران یکی از مراکزی هستش که در سطح جهان این قبرستان بینام و نشان رو میشناسن و میدونن که تیکه تیکه اون خاک عزیزان زیادی هستن که و خانواده ها به خصوص مادران خاوران از همون لحظه شروع به مبارزات کردن برای حفظ اون، در شرایطی که رژیم ممانعت میکرد، رژیم تهدیدشون میکرد، رژیم اجازه نمیداد، حتی رژیم اون گلهایی که خاوران خانواده ها میذاشتن همه رو
می اومد بلافاصله بعد از خاوران داغون میکرد، بولدزر میندازه، هر کاری میکنه، ولی ما میبینیم که امروز خاوران هستش و خانواده ها همچنان به خاوران میرن و برای حفظ اون مکان دارن میجنگن. بله، شما در صحبت هاتون از مادران خاوران نام بردید، مادرانی که فرزندانشون توسط رژیم اعدام شدن و در گورستان خاوران در جنوب تهران به خاک سپرده شدن. همونطور که میدونیم جمهوری اسلامی در شهرستان ها هم تعداد زیادی اعدام رو انجام داد و اعدامیان و یا در واقع زندانیان سیاسی که در شهرستان ها هم اعدام شدن در گروه های دست جمعی معلوم و یا نامعلومی در شهرستان های مختلف به خاک سپرده شدن. سوال من از شما اینه که آیا بین مادران خاوران و مادران عزیزانی که در گورستان های خارج از خاوران هستند تماسی وجود داره؟ آیا تجمعاتی که مادران خاوران تلاش میکنند هر ساله با رفتن بر سر خاک عزیزانشون داشته باشند در شهرستان ها هم صورت میگیره؟ و اینکه بین مادران خاوران و مادران پارک لاله چطور؟ همکاری وجود داره؟ ببینید، من اول از این نکته شروع کنم. خود خاوران تهران فقط بچه هایی که در تهران اعدام شدن نیست. به طور واقعی در دهه 60 به خاطر که میخواستن در شهرستان ها انعکاس کمتر بشه، در خاوران تهران عزیزایی از کاشان، از تبریز، از اهواز، از شمال ایران، کسانی که با ما در زندان بودن، کسانی بودن که خانواده هاشون از بابل، از آمل، از رشت، یعنی خود خاوران تهران باید بگیم تقریبا از تمام شهرستان های ایران در به خاوران می آوردن بچه های زندانی رو. به عنوان مثال از کاشان، از دوستای خودم می آوردن، حکمشون رو در کاشان صادر می کردن و حکم اعدام بچه ها رو در تپه‌های اوین اجرا می کردن و بالتب می بردن خاوران. به همین دلیل خود تجمع مادران خاوران فقط اختصاص به خود مادرانی که در تهران، یعنی به اصطلاح فرزندانشون در تهران بود نیست، یک تجمعی از کل ایرانه که حتی شاید تعدادی الان ما خبر نداریم. ما این شهرهایی رو که بهتون گفتم، اینها رو مطمئنیم که از این شهرها در خاوران هستش. و اما یعنی همین یه در واقع نشون دهنده یک تجمع مادران از شهرهای متفاوته. اما در مورد گورستان‌های بی‌نام و نشان، ببینید در حساب کنید شما تبریز، ما همین سال قبل میبینیم که وقتی که داشتن جاده سازی میکردن، ما یک سری قبرهای بی‌نام و نشان دیدیم. حتی اینها به خانواده ها در دهه 60 وقتی تیرباران میکردن عزیزای ما رو، به خانواده ها حتی نمیگفتن. یعنی اونجا یه گورستان، یعنی در وسط جاده سازی دیدیم تعداد زیادی جسد پیدا شد. در رشت، تازاباد رشت، گورهای بینام نشان از بین بردن. در کرمانشاه گورهای بینام نشان بود، خانواده ها خیلی اعتراض کردند و به تعداد زیادی را، اصلا این حکومت اسلامی کارش این بود. برفرض در کردستان وقتی در سنندج تیرباران می کرد، بچه ها رو می برد در کرمانشاه، در یک گورستان های بینام نشان بود. خانواده اونا حتی به نوعی میمدن در خاوران تهران به دنبال عزیزاش بودن. اما در مورد اینکه چه ارتباطی وجود داره، به نظر من یک مشترکه. این درد مشترک یه همبستگی ایجاد میکنه. یعنی این درد مشترک اینکه عزیزشون از دست دادن. حتی اگر به نظر من فیزیکی با هم ارتباط نداشته باشن، که دارن، این بود که یه درد مشترکه. همه اینها رو یه چیزی مشترکن، عزیزشون از دست دادن، فرزندشون از دست دادن. در همین دوره های قبل خانواده ها از شهرستان میمدن بر مزار فرزندانشون در خاوران. یعنی این راه رو باید مسافت، همینطور که برای ملاقات مجبور بودن از شهرستان ها بیان به تهران، برای خاوران هم همین.
و این ارتباط به نظر من فکر میکنم که حتما اینطوری این ارتباطات وجود داره، برای اینکه همه این از بعد از جنبشی که مادران شروع کننده این جنبش دادخواهی بودن به طور واقعی، ما میبینیم بعدش مادران عزادار تشکیل میشه، مادران پارک لاله شکل میگیره، یعنی در تداوم دادخواهی ما میبینیم مادران همینطور شروع میکنن به دادخواهی و حتی مادرانی که به تنهایی از جمله مادر ستار بهشتی، ما میبینیم از روزی که ستار عزیزش رو ازش میگیرن هر روز داره شکلهای متفاوتی داره اعتراض میکنه. یعنی یک جنبش دادخواهی الان در ایران موقعیتی پیدا کرده، با اولین اعدام ها و از دست دادن عزیزشون مادرها شروع میکنن به صحبت کردن و حرف زدن و همین نشون دهنده اینه که این جنبش یه جنبش به هم ارتباط داره، این همبستگی داره و اینها با هم دارن یک حرف مشترک رو میزنن و یه حرف مشترکش اینه که خواهان اینن که تک تک اینها عاملین و عاملین این جنایت باید پای دادگاه برن. شما تک تک صحبت مادران اگه گوش کنین همشون میگن باید اینا بیان تو دادگاه و در مورد جنایت هایی که کردن باید صحبت بکنن. برای همین به نظر من این ارتباط وجود داره، این همبستگی تو مادران وجود داره، چون یه هدف مشترک دارن و اون هدف مشترک دادگاهی کردن تک تک این هاست. بلتب پس این ارتباط، این یعنی حتما این که من بیام بگم الان این ارتباط چجوریه، ارتباط دارم، من دارم بگم پراتیکی که عملا الان کاری که مادرها دارن در ایران انجام میدن نشوندهندی این ارتباط و این همبستگی هستش. بله درسته. در این حدود 40 سال حکومت خون و اعدام، ما شاهد تلاش زیاد خانواده های جان باختگان و در صف اول مادران این عزیزان برای دادخواهی هستیم، از شرکتشون من جمله خود شما در دادگاه ایران تریبونال و دادن شهادت در مورد کشتار زندانیان سیاسی به ویژه در سالهای 60 بگیرید تا تلاش برای برگزاری مراسم‌های بزرگ داشت، چه در گورستان خاوران و چه در مکان‌های دیگه. به عنوان آخرین سوال، نظرتون رو درباره ادامه این تلاش‌ها و مبارزات می‌خوام بپرسم. علاوه بر اقدامات تاکنونی، چه پیشنهادی به خانواده‌ها و مشخصاً مادران عزیزان جان باخته و مادران زندانیان سیاسی برای پیشبرد جنبش دادخواهی دارید؟ ببینید، من اگه یه فرصت یه نکته رو بگم در این همین مورد جنبش دادخواهی، ما یک نقطه عطفی داشتیم، نقاط عطفی در جنبش دادخواهی ایران بود، از جمله خود همین دادگاه ایران تریبونال. دادگاه ایران تریبونال یکی از نقاط عطف جنبش دادخواهی بود. تا زمانی که ما به دادگاه رفتیم واقعا مسئله دهه 60 در سطح دنیا فهمیدن که در چه اتفاقی دهه 60 واقعا افتاد، چون اون دوره یک دوران در واقع در سکوت، در یک دوران سیاه این اتفاق افتاده بود. برای همین ما تاکیدمون رو دهه 60، چون الان ما میبینیم با کوچکترین حرکت اعتراضی حتی در زندان، کوچکترین حرکت اعتراضی در بیرون، ما میبینیم چند دقیقه دیگه ما از طریق همین رسانه ها، از طریق مدیای اجتماعی بلافاصله با خبر میشیم. ولی این امکان اون زمان نبود، واقعا در یک سکوت این اتفاق افتاد و دادگاه ایران تریبونال تونست این موقعیت رو ایجاد کنه که این خبر و اخبار در سطح دنیا پخش بشه. و یکی دیگه از نکات مثبت دادگاه ایران تریبونال این بود که همه اومدن، کسانی که شاکی جمهوری اسلامی بودن به شکل خیلی علنی اومدن کیفرخواستشون رو علیه جمهوری اسلامی مطرح کردن. و در مورد باید بگم نقش خانواده ها، هم من خانواده ها من نمیتونم اینو مطرح کنم چون به طور واقعی
خانواده ها دارن کارشون رو میکنن، ولی نقش خانواده ها چه در مورد زندانیان سیاسی چه در مورد دادخواهی، واقعا این مسئولیتی که رو دوش خانواده هاست، یعنی این یک مسئولیتی سنگینیه که حتی خیلی از خانواده ها، یعنی این زندگی بهشون مادرها و پدرها حتی برادران و خواهران، این بهشون تحمیل شده که باقی میخواستن، ولی وقتی عزیزشون از دست دادن الان این مسئولیت رو دوش اینا هستش. من میخوام بگم حتی تعدادی که ما الان بیرون هستیم و داریم راجع به اون جنایتی اتفاق افتاده داریم صحبت میکنیم، به همت همین مادران پدران و خانواده ها بوده، تلاش هایی که اینا کردن، وقتی ممنوع ملاقات میشدیم، وقتی که میدیدن از عزیزانشون خبر نیست. از جمله امسال ما که 29 سالگرد سال 67 رو داریم یادبودش رو برگزار میکنیم، در تلاش همین خانواده ها بود که بعد از ممنوع ملاقات ها انعکاس این خبر که در زندان ها بسته شد. بنابراین نقش خانواده ها هم در مورد زندانیان سیاسی، اتفاقاتی که داخل زندان میفته، و هم در مورد دادخواهی، این دو مورد رو باید مسئولیتش خود، یعنی رودوش ما هستش، برای این باید بجنگیم، یعنی مبارزه کنیم. به نظر من تا الان این روند 38 ساله رو که ما میبینیم، اگر این تلاشات نبود، اگر این مقاومت ها نبود، اگر این استادگی ها نبود، ما الان نمیتونستیم در امروزی در مورد دهه خونین سال 60 صحبت کنیم. امروزی میتونیم بگیم که ما اینها رو، تمام تک تک اینهایی که جنایت کردیم، وادارشون کردیم که امسال زمانی که ما داریم تجلیل از مادران خاوران میکنیم، در مراسمهایی که در اکثر کشورهای اروپایی داره برگزار میشه و میبینیم اینها هم شروع کردن حرف زدن. در تا قبل از این اینا نمیگفتن ما کشتیم، اصلا همچین اتفاقی رو خط قرمز جمهوری اسلامی بود، به خصوص مورد 67 در موردش صحبتی نمیکرد، ولی امروز همین مبارزات بود به نظر من نتیجه داد. عدم سکوت ما، مبارزه هر روز ما وادارشون کرد که امروز میگن آره ما کردیم، به خاطر اینکه اینها، اگر ما اینها رو اعدام نمی کردیم، اگر این عزیزان رو در زندان نمی کردیم، امروز جایی که هستیم، قدرتی که داریم نداشتیم. تو تک تک اعتراف اینا، از رازنی گرفته، از شاهرودی گرفته، و همشون از تک تکشون شروع کردن، ما ببینیم چه تصویری دارن حرف میزنن، چه نوشیاری دارن حرف میزنن، و دارن از اون مقطع صحبت میکنن، که به نظر من این نشون میده که پس تلاش خانواده ها بی ثمر نبوده، و همچنان ما میبینیم همین الان همچنان خانواده های شهرستان ها الان عکس ها داره میاد دنبال قبر های بینام نشانن، چون مطمئن هستن که در شهرهای متفاوت ایران قبر های بینام نشان هستش. الان با این مسئله مدیای اجتماعی، با این امکاناتی که وجود داره، ما میبینیم که عکسایی داره میاد از خانواده ها در جاهایی که شهرهای متفاوتی که تجمع دارن میکنن. و یه نکته رو که اگه وقت داشته باشم مطرح کنم، این که خانواده ها فقط سالیانه این کارو نمیکنن، خانواده های خاوران به طور معمول میرن به خاوران، خانواده های به طور اگر مکانی بی نام نشانی داشته باشن میرن و دنبال این قضیه هستن. و یه ویژگی که به دنبال این مبارزات مادران و خانواده ها وجود داره که بسیار زیباست در خاوران و خاوران ها، وقتی میخوان خاوران و خاوران ها رو گلباران کنن، دنبال جای مشخصی نیستن، چون جای مشخصی از عزیزانشون ندارن، همه این قسمت ها رو گلباران میکنن، همه جا رو گلباران میکنن، چون نشانی از فرزندانشون ندارن، ولی میدونن همه کسانی که عزیزانی که اعدام شدن در این قطعه های بی نام و نشان هستن، و به همین دلیل رژیم این مکان های بی نام و نشان رو لعنت آباد کرد، اسم گذاری کرده بود، ولی خانواده ها کردنش گلزار خاوران. بله،
مرسی مرسد قائدی، دوست داشتیم که بیشتر با شما صحبت کنیم ولی به دلیل کمبود وقت مجبوریم که از شما خدافظی کنیم. ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت کردید و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. منم از شما تشکر میکنم مجددا و روزها و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. ممنونم. بله بینندگان عزیز، این هم قسمت دیگری از سری برنامه های حق زن بود. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فراموش نکنید با آدرس ایمیل حقزن@gmail.com و همینطور تلفن پیامگیر تلویزیون کانال جدید تماس بگیرید و ما رو از نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون مطلع کنید. تا پنجشنبه دیگه برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم.